با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام دکتر. سلام، بفرمایید. حال شما خوبه؟ متشکرم. وقتی که در اختیار ما قرار میدید من صداتون رو آهسته دارم و ناچارم یه نکته رو عرض کنم. من فقط 11-12 دقیقه وقت دارم در خدمتتونم. بفرمایید. خواهش میکنم. الان بهتر شده دکتر؟ خیلی بهتر شد. مرسی. خواهش میکنم. عرضم بزرگ شما که ما قبلا هم با هم دیگه صحبت کرده بودیم راجع به رابطه هم با همسرم، ولی علت تماس هم امروز با شما یه سری اتفاقات جدید و سری چیزای جدیدی که تازه متوجه شدم و یه سوالی دارم، به خصوص در رابطه با اینکه آیا این اتفاقاتی که افتاده رو من باید در قالب خیانت قرار بدم، جزء کاتگوری خیانت قرار میگیره یا نه. حالا نمیدونم از کجا شروع کنیم. فردام بفرمایید، هر دو چند سالتونه یا چه مدتی ازدواج کردید؟ جفتمون 35 سالمونه، 7 سالی که ازدواج کردیم، 15 سالی که تو رابطه ایم. و من بفرمایید فرزند چی دارید؟ یه دختر 3 ساله. از کجا تلفن میکنید؟ از کانادا تماس میگیرم. چه مدتی از کانادا هستید؟ تقریبا 7 سال کاناداییم. قبلش ما اروپا بودیم و بعد اومدیم کانادا ازدواج کردیم، بعد اومدیم کانادا. اوکی. به من بفرمایید هر دو چی خوندید، چه میکنید؟ من دکترای مهندسی مکانیک دارم و ایشون هم لیسانس کامپیوتر و یه MBA. بسیار. حالا موضوع چی هست؟ عرضم بزرگ شما که آخرین بار اتفاقی که افتاده بود تاریخ 15 اپریل ما یه بحثی برامون پیش اومد و در واقع البته قبل‌تر از اون هم اینجوری بوده که ما در حالت جدایی، به معنی این که یعنی تقریبا یه سال قبلش ایشون حالت جدایی بلند شد و رفت و بعد من با شما صحبت کردم و شما فرمودید که باید بهش زمان بدیم به این رابطه. یه سری با توجه به توضیحات مفصلی که اون دفعه بهتون دادم احساس کردید که این مدار باید چند وقتی بهش زمان بدیم، تصمیم عجولانه نگیریم و اتفاقی که افتاد توی مدت ما سعی کردیم که در واقع مسائل حل بکنیم، یعنی من سعی کردم مسائل حل کنم. ظاهر رابطه خوب شده بود، مشکل اصلی که وجود داشت این وسط در واقع مونده بود، حالت آوتستندینگ این بود که ایشون موف کرده بود به شهر دیگه و به خاطر داستان کووید من اون موقع میتونستم که ورک فرام هوم هم تونستم ارنج بکنم که از شهر دیگه باشم و برم در واقع پیش ایشون. عرضم به حضور شما که چون فامیلیشون تو اون شهر دیگه هستن، بعد از 8 ماه تقریبا ما با هم دیگه رکانسایل کردیم و با هم دیگه در یه جا زندگی میکردیم. من هفته یه بار میومدم این جایی که دارم کار میکنم و بقیه هفته رو اونجا بودم، تا اینکه داستان رسید به اینکه دیگه این اواخر کووید ذره شرایطش بهتر شده بود، من نوتیس گرفتم که باید برگردم این پرسن سر کار و من این موضوع رو که مطرح کردم اینجوری شد که حالا یه کاریش میکنیم، حالا 3-4 روز اینجا 3-4 روز اونجا و یه سری مسائل اینجوری مطرح شد که در این رابطه. محل کار همسرتون کجاست؟ همین جایی بود که من هستم تا اون موقع، ولی ایشون بلند شده بود رفته بود. ایشون از موقعی که مطلیبشو گرفته بود برنگشته بود سر کار، به خاطر اینکه اینجوری بهتر بود که پیش بچه باشه و بچه رو ما دیکر نذاریم. و اون وقت اونجا خونه پدر مادرشون بودن، یعنی با هم بودن؟ نه، ایشون یه جا رو رنت کردیم. خب برگردیم چون وقت کمه، میفرمایید. خب خواهش میکنم. بعد خلاصه ظاهر رابطه خوب شده بود تا اینکه این دوباره بحث برگشتن ما به این شهر پیش اومد و ایشون دو تا موضوع مطرح کرد که من دو تا موضوع رو من با شما صحبت کردم راجع به اینکه برای بچه جابجایی بچه و عوض کردن دیکرش باعث استرس میشه، که شما فرمودید تو این سن اصلا همچین چیزی مطرح نیست، تا موقعی که یه جای مناسبی باشه بچه‌ها تو این سن حتی ظرف نیم ساعت میتونن با محیط جدید آشنا بشن و ادامه بدن، اصلا اینکه مسئله نیستش. مسئله دوم بود که ایشون گفت من اینجا ترجیح میدم زندگی کنم، این شهر بهتره، بزرگتره، فامیلی من اینجان، که اینم من با شما در واقع صحبت کردم و شما فرمودید که ته نتیجه حرفتون بود که ایشون با یه بهتر مواجهن، من با یه باید، و ما در زندگی به دنبال باید میریم نه بهتر. خلاصه ایشون حاضر نشد که بیاد با شما صحبت کنه، حتی حاضر نشد بیاد با شما صحبت کنه، ولی من فایل صحبتام با شما رو برای ایشون در واقع فرستادم. این اتفاق 15 اپریل افتاد که ما بحثمون شد و در واقع اینجوری بود که فقط حرفی که من تون بحث دادم که بیا بریم صحبت کنیم با مشاورمون، چون ما یه مشاورم داشتیم توی مدت، یا با دکتر هولاکویی که ببینیم چه کاری بکنیم برای این فامیلی بهتره، که ایشون اینو قبول نکرد و خلاصه ما با هم دیگه اونجا بودیم ولی در حالت قهر.
این ماجرا ادامه پیدا کرد تا تقریبا یه ماه و نیم بعدش که دوباره سر یه موضوعی، فقط یه صحبتی ما با هم دیگه کردیم و ایشون یه جورای من از خونه انداخت بیرون اونجا و من دیگه بلند شدم اومدم اینجا و بعد ایشون دیگه مسائل رو برد کشون به کور توی مقدار و داستانا رو برد به سمت اینکه حالا به سمت کورت، به سمت مسائل قانونی پیش برد. نه قانونی برای طلاق یا چیز دیگه؟ بله برای طلاق. بله اوکی. یعنی فایل کردن طلاق رو، سپریشن رو در واقع، یعنی رفتن دنبال این که یه جورایی چیز بکنن، کاستدی بچه رو بخوام بگیرن و اینجور چیزا. نه 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 سب کنید، آخه اینا با هم یه ذره متفاوته. سپریشن من کانادا رو نمیدونم، امریکا وقتی دو طرف باش موافق باشن که کار بیمقدر قانونی، اینکه جدا بشید اون تصمیم خودتونه. طلاق یه مسئله دیگری هست. ایشون چی رفتن فایل کردن؟ ایشون در واقع رفتن یه سری الیگیشن زدن به من که من میخوام بچه رو ببرم ایران، بچه رو جدا بکنم okay. از این داستانا، و برای این رفتن مثلا که چیز بکنن، سوپروایز پرنتینگ بگیرن اینا، که خب البته هیچ نتیجه هم نتونستن برسن، یعنی هیچ چیزی نداشتن. حالا از این ماجرا که بگذاریم، توی این چند ماه گذشته، توی این 5-6 ماه گذشته، در واقع ما حالت برد نستینگ بود، اون که بچه رو من جابجا نمی‌کردم، بچه اونجا بود، من هر آخر هفته می‌رفتم برای در واقع پرنتینگ با بچه، اونم پیروی دوباره صحبت شما که بچه بهتره که یک هوم داشته باشه و بچه رو بین دو تا جا جا به جا نکن. اتفاقی که تازه من متوجه شدم اینه که حالا اینجاست جایی که در واقع من سوال دارم و میخوام یه ذره روشن بشم هم برای خودم، چون یه ذره مغزی آشفتم و این و متاسفانه 5 دقیقه وقت داریم، ببینید چه میکنی جان. خواهش میکنم. من الان میدونم که ایشون از اوایل ماه می داشته یه نفر دیگر رو دیت میکرده. یعنی که دیت میکرده دیگه، من در این حدش میدونم که دیت میکرده. نه آخه نه، ایشون چه چیزی رو قبول داره و چه تعریفی شما براش دارید؟ من هنوز این موضوع رو با ایشون مطرح نکردم که ایشون چه چیزی رو قبول داره یا قبول نداره، ولی اینا که به تو میگم با فکته، یعنی بر اساس کانسپیرسی تیوری نیستش به قول معروف. من میدونم که ایشون چی میدونه؟ من اینو میدونم که ایشون با یه آقایی که آنت اون آقا رو میدونم کیه داشته دیت میکرده و کماکان این موضوع ادامه داره. نه نه نه، مسئله دیت رو نمیشه ازم دیت، اصلا لغت دیت یعنی یه وقت، یعنی چی میدونید؟ نه یعنی آشنا شده با یه آقایی و با اون آقا وارد حالت ریلیشنشیپ، الان که در حالت ریلیشنشیپه. منظورم نه میگه. لغت ها رو به من نکنید. شما میتونید بگید میره با این آدم بیرون، میره خونه این آدم، میرن با هم سفر، یه چیزی که محسوس و ملموس باشه. لغت با دیت و ریلیشنشیپ لازم نیست. الان با این آقا بیرون رفتن رو من میدونم، اینکه خونه میره رو نمیدونم، اینکه سفر رفته که احتمال خیلی زیاد نرفته سفر، ولی بیرون رفتن رو میدونم، و اینکه با این آقا در ارتباط تماسی و ارتباط تکسی هست و در یوز ریلیشنشیپ، الان اینو من میدونم. نه این آقا همسر داره یا نداره؟ تا جایی که من میدونم نه. این آقا ایرانی است یا غیر ایرانی؟ این آقا ایرانی است. چند سالشه؟ تقریبا میگم نزدیک 15 سال بزرگتر از ایشون باید باشه، نزدیک 50 سالشه. فرمودید ایرانی است؟ بله. از نظر ازدواج و بچه چی هست در زندگی این آقا؟ فکر نمی کنم بچه تو زندگی این آقا باشه، هنوز اطلاعاتم کامل نیست. خب شما با این آقا چرا صحبت نکردید؟ خب اصلا الان من اینجوری که نمیدونم، الان اصلا من لازمه که برم با این آقا صحبت بکنم؟ الان من تو حالت هم که شما هیچی نمیدونید عزیز من، شما که نمیتونید با واژه مسائل مطرح کنید. دیت میکنن و ریلیشنشیپ که اصلا doesn't make sense. خب نه من اینو چه میکنم که این کارو میکنن؟ آخه ایشون میتونه بگم من میرم با این آدم درباره یه بیزینس صحبت کنم، میرم با این آدم. خب نه من تکستشون دیدم آقای دکتر، برای همون دارم میگم. نوع تکست چیه؟ از قلب و بوس و عزیزم و دوست دارم و ایناست دیگه. خب نه دوست دارم دیگه، ریلیشنشیپ دیگه. حالا آره ریلیشنشیپ، نه در اون که ریلیشنشیپ من مطمئنم. نه 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 نه، آخه شما به من نگفته بودید. حالا که میفرمایید تکست دارید که این حرفا توشه، که معمولا بین دو تا آدمی که با هم رابطه دارن، اگر مطمئنید مال ایشونه، خب اسم این رابطه است، حالا هر چی ریلیشنشیپ یا هر چیزی. خب حالا سوال اصلی من اینه که وقتی که ما یه بحثی که اینجوری پیش اومده، مثلا فرض کنید، یعنی دارم با دقیق بهتون میگم چرا فرض کنید 15 اپریل یه بحث پیش اومده، 12 ماه می ایشون به من یه ایمیل میزنه که as we are separated، حالا یه چیزای دیگه، یعنی در واقع اولین بار من میفهمم که اصلا ایشون رفته تو فاز این که we are separated، و من میدونم که زودتر از اون حداقل 10 روز 12 روز زودتر از اون، حداقل زودتر از اون، قبلترشو نمیدونم،
ایشون این آقا رو رفته دیده، برای چند ساعت با هم دیگه بیرون بودن. حالا من سوالم اینه که به نظر شما این کاری که ایشون کرده خیانت حساب میشه؟ اگر ایشون با اون آدم رابطه داره و ایشون میپذیرن، حتما تعریف دیگه اینا داره خیانت. ایشون نمیتونه بگه که من از تو جدا شده بودم اون موقع و من با تو دیگه نبودم؟ اصلا هیچ فرق، سپریشن معنیش جدایی نیست عزیز. برای سپریشن حتی قانونی هم معنیش نیست که شما آزادید با کسی دیگه باشید. نه اصلا. بنابراین اگر ایشون در حالی که شما هنوز زن و شوهرید از نظر قانونی، کلان یکتون مردید، مطالب مربوط به یکیتون به دیگری میرسه، یعنی قانون شما رو زن شوهر میدونه، یا در خصوص بچه هاست معلومه که مطلقا اینکه ایشون 14 تا تکست به شما بدن که ما سپریت کردیم و در راه دیورسیم و ما طلاق روانیمون رو، هیچ اهمیتی نداره. بله اصلا ما بحثمون الان بحث حقوقی نیست، بحث من شما بحث اخلاق، نه 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 میگم بحث حقوقی نیست، بحث اخلاق 100%. اگر ایشون با او رابطه ای داره به گونه ای که شما فرمید که در تکسو هست، مهم نیست اصلا چی برای شما تکسو هست، معلوم اسمش خیانته، هیچ حرف دیگه هم نداره. ولی فرقی هم نمی کنه در امریکا و کانادا که خیانت کرده یا یک کسی در حالی که هیچ کاری نکرده میخواد جدا بشه. برای این احتمالا این ازدواج تمامه، نه از ازدواج، نه بی خودی هم باتون درگیر نکنید. این ازدواج اگر چنینه، یه دفعه دیگه میگم اگر چنینه، معلومه که ازدواج دیگه در کار نیست و راهی جز مگر اینکه ایشون یه توضیح بدن یا مسئله رو حل کنن، در غیر این صورت مسئله جدایی و طلاق. بنابراین هیچ توجیهی نمیتونه از این بکنه که این من تو سپریشن بودم و من تو جدا. اصلا مطلقا معنا نداره، معنایی نداره، نه به هیچ وجه، به هیچ وجه. همه آدما باید یه کار تموم کنن برن سراغ کسی دیگه. هر وقت تموم شد، پرونده بسته شد، شرعی عرفی دیگه حالا نیست. ولی در غیر این صورت به همینجاست که ما مقررات داریم که شما از تاریخ هفته نمیدونم 21 زن و شوهرید، نمیگن که مدت ها زن و شوهرید، واژه هایی نداریم. از نظر شما به گونه ای که بیان فرمودید اسمش خیانته، بحث دیگه هم نداره. من متاسفانه با آخر وقت هم رسیدم و متاسفم از اون چه شنیدم. متشکرم آقای دکتر، وقتی که بودید تمنام کنم. خواهش.